به دنبال سخنرانی خامنه ای در سالمرگ خمینی که طی اون به سازمان انرژی اتمی رژیم دستور داد آمادگی غنی‌سازی با ظرفیت 190 هزار سورو کسب کنه، چنان که انتظار می رفت دیروز صالحی رئیس سازمان اتمی رژیم به صحنه اومد و سعی کرد با یک سری ژست و قمپوز اعلام بکنه که این آمادگی این ماموریت رو که بخوان انجامش بدن دارن. حرفای او که بسیار ناشیانه و با دستپاچگی سرهم بندی شده بود مملو و از ضد و نقیض گویی بود. ترجیح میدم قبل از صحبت درباره ضد و نقیض گویی ها ابتدا شما خودتون صحنه هایش رو ببینید و به حرفاش گوش کنید. ما وقتی که در طول گفتگو بودیم مقام معظم رهبری بارها اشاره می‌فرمودند که نمیتوان به طرف مقابل اعتماد کرد، حواستون باشه. و به عبارت دیگر ما از این توصیه رهبری این رو استنباط کردیم که ما پل‌های پشت سر رو نه اینکه نباید خراب کنیم، بلکه پل‌های متعدد دیگری هم بتوانیم ایجاد بکنیم که در صورت برگشتن ما زمان را از دست ندهیم. تأکید میکنم زمان را از دست ندهیم، یعنی اگر قرار شد آنها بدعهدی کردن و ما برگردیم، دیگر برگشت ما به وضعیت سابق قبل از برجام نباشد، بلکه وضعیت ما در و جایگاه ما در جایگاهی به مراتب بالاتر از جایگاه قبل از برجام باشه، اینکه زمان را از دست نداده باشیم، البته در چارچوب اون اصولی که گفتم. زیر ساختهای فراوانی را ما شروع کردیم که اگر به طور عادی میخواستیم عمل کنیم، چه بسا این زیر ساختها برای چند سال آینده باید محقق میشد، نمیتوانستیم اون موقع اعلام بکنیم، بنا به دلایلی که ممکن بود مورد سوء استفاده قرار بگیره. هرچند ما در چارچوب مقررات داشتیم عمل میکردیم، در چارچوب تعهدات داشتیم عمل میکردیم، لذا زمان رو از دست ندادیم. برای بازگشت پذیری اگر قرار باشد خدای نکرده برجام به هم بریزد، گفتم ما الان کارهایی رو که شروع کردیم، فرمانی که صادر شده برای اقداماتی است در چارچوب برجام، اما اگر قرار باشد ما در حوزه‌های وسیعی قدم برداریم، امیدوارم هیچگاه ضرورت ایجاب نکنه که ما به اون شرایط برگردیم. بله، معنی حرفای صالحی اینه که رژیم در همون حالی که مشغول مذاکره برجام بوده، مخفیانه و زیرزیرکی یا به گفته خود صالحی یواش یواش داشته برنامه مخفیانه خودش رو که جز پروژه بمب‌سازی و الزامات اون چیز دیگه ای نمیتونه باشه پیش میبرده. این حرفا همین الان به عنوان اعتراف به ادامه فعالیت‌های ممنوعه توسط رژیم از طرف آمریکا و سایر دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته و نتیجه گرفتن که بایستی نظارت و تحریم‌ها علیه رژیم رو تشدید کنن. صالحی که به نظر میرسه خودش هم این رو میدونه و به شدت هم از اون میترسه، جا به جا و در طول این کنفرانس خبری دست کم 15 بار تاکید میکنه که این فعالیت‌ها و این اقدامات در چارچوب برجامه و در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته، که در این صورت معلوم نیست پس چرا مخفیانه این کار رو میکردن. به قسمت دیگه از حرفای صالحی گوش کنید. این سالن مونتاژ رو ما خیلی از کارهاش رو انجام دادیم و امیدواریم ظرف هفته ها و حالا شاید با مقیاس یکی دو ماه آینده کاملا این سالن از هر حیث آماده باشه. اما این به مفهوم این که ما شروع به مونتاژ سانتریفیوژ های جدید به مفهوم تولید انبوه، ببینید این کلمات همه مهمه ها، تولید سانتریفیوژ های جدید در سطح انبوه، این به اون مفهوم نیست، ولی در چارچوب برجام که ما می توانیم یک سری سانتریفیوژ هایی رو بسازیم ولو پیشرفته، در اون چارچوب ما می تونیم از این امکانات برخوردار باشیم. ولی این امکانات هست، این امکانات بالقوه اونجا هست که اگر خدای ناکرده، خدای ناکرده، خدای ناکرده، من سه بار میگم، اگر برجام فرو ریخت که امیدوارم این اتفاق نیفتد،
ما دیگه دنبال این که دوباره بریم و حالا مثلا یه سالونی رو درست بکنیم و فلان اینا دیگه نباشه. ببینید وقتی که مقام معظم رهبری فرمودن به 190 هزار سو، فرمودن زیرساخت‌های لازم و آماده سازی لازم برای این امر را شروع کنید، آن هم در چارچوب برجام. نفرمودن که الان برید مثلا به یک باره بخواید 190 هزار سو مثلا در یک زمان کمی رو مثلا بسازید. فرمودن اون زیرساخت‌های لازم برای اینکه شما بتوانید، البته در سوال شما چون که اومده بود راجع به سانتریفیوژهای قدیمی و جدید، ما قطعا اگر بخواهیم ورود پیدا بکنیم به ساخت سانتریفیوژ، دیگه به سانتریفیوژهای جدید ما توجه خواهیم کرد، نه به سانتریفیوژ IR1، سانتریفیوژهای IR2M، IR4، IR6، IR8 که فعلا هنوز داریم تست های لازم رو روش انجام میدیم. و ما اگر بخواهیم مثلا شروع در شرایطی که برجام به هم بریزد، ببینید در شرایطی که برجام به هم بریزد و ما بخواهیم سانتریفیوژ های جدید مونتاژ بکنیم، قطعا سانتریفیوژ های نسل جدید را مونتاژ خواهیم کرد. اما فعلا ما در چارچوب برجام عمل میکنیم، هیچ چیزی خلاف برجام انجام نخواهیم داد. این دستور مقام معظم رهبری. این سه بار خدایی نکرده خدایی نکرده که سالهی تکرار میکنه به چه معنیه؟ از یک طرف گویای شدت وحشت رژیم از به قول صالحی فرو ریختن برجامه، به رغم اینکه سردمداران و مهرهای رژیم به خصوص در باند خامنه‌ای پیوسته خواهان خروج از برجام هستند. اما از طرف دیگه این خدایی نکرده خدایی نکرده به معنی اون نیست که رژیم تهدید میکنه که در اون صورت در راستای بمب‌سازی پیش خواهد رفت، یا اصلا موضوع چیز دیگه ایه. این سوالات موضوع گفتگوی امروز ما خواهند بود.